باری غمهای کهن را میکشم، داغ و دردی کوهکن را میکشم، تا پیام گویم از صبح وطن، رنج شبهای سخن را میکشم. درود بینندگان ارجمند، محمد حجازی فرموده که جوان یا در شور و شوق است، یا ملول و آزرده، یا دشمن میشود، یا عاشق، یا بنده، یا بیزار. ما به برنامه نبتی ادیب و استقلال جوانی را که همیشه در شور و شوق است، همیشه تلاش شعری تازه گفتن را دارد و همیشه شعله محبت وطن در دلش علنگه میزند، ایجادکاری با استعداد بزرگ مهر بهادر را دعوت کردیم. شما را به برنامه ادیب و استقلال خوش آمدید میگیم. دوشنبه قلب میهن است و ساکن این شهر لورا بودن افتخار است. پس بیایید در آغاز با یک شعر شهر دوشنبه را وصف بکنید، بعداً صحبت خود را دوام میدهیم. دوشنبه پای تختم شهر گلهاست، دوشنبه شهر دخترهای زیباست، بسا دلنامه ها اینجا نوشتند، دوشنبه شهر دلهای مبراست. سری هر کوچهش دلپاره بینم، هزاران عاشقی آواره بینم، برای طفل عشق و آرزوها به چشم دخترش گهواره بینم. در اینجا هر کسی دل داده باشد، دل و جانش به کف استاده باشد، کسی را در رگش خونی جوانی است، به کوی دلبری افتاده باشد. دوشنبه درگه صلح و امانی، بخارا شهر ارمانی سانی، به این عنوان این شهر محبت، جوانی و جوانی و جوانی. منور روز و شبهای دوشنبه، معطر باغ گلهای دوشنبه، روی لندن و پاریژ و به مسکو، نمییابی تو همتای دوشنبه. زیبا و راغ شاید نکت عشق، جوان و پیر او از ملت عشق، در اینجا مال و دولت هم نیابی، تو حتما یابی اینجا دولت عشق. خوب سلامت باشید، بسیار شعر دلنشین و گوارا است. در پیام نوبتیشون پیشوای ملت سال 2017 را سال جوانان اعلام کردند. شما همچون یک ایجادکاری با استعداد این اقدام پیشوای ملت را چگونه استقبال نمودید؟ در تمام کشورهای مترقی جوانان همچون نیروی سازنده همیشه مورد توجه قرار دارند، از جمله در تاجیکستان نیز برای رشد تمام ساحه ها بیشتر به جوانان تکیه میکنند. باید نسل امروز دانش خود را، تجربه خود را، ملکه خود را برای آیندگان، برای نسل نوروز، برای جوانان انتقال دهند که تا آنها را مکمل کنند. من فکر میکنم که اعلان شدن سال جوانان در تاجیکستان بسیار هم رمزی است، با اون خاطر که شروع میکنیم از دلشاد نظروف، شروع میکنیم از مازون چوری و تمام امروز ببینید بسیار دستاوردهای ما مربوط به جوانانند. امروز در المپیادهای علمی، در المپیادهای فنی، حتی در المپیادهای فنی بین المللی جوانان ما رفته جایهای سزاوار را اشغال کرده ایستادند و از شاعران، از نویسندگان، از عالمان، بعضی شاعران ما هر روز ما بواسطه تلویزیون، بواسطه اخبار ما میبینیم که جوانان نو به نو کشف میشوند که اونها تماما راه خود را دارند، سبک و سلیقه راه خود را دارند، سبک و طرز اصول وارد شوی به همین دنیای، مثلا همون اختصاص خود باشد، خواهی ساخه خود باشد، اون راهی که خودشون انتخاب کردن دارند. و به همین خاطر این جهت ها را پرزیدنت کشور به این نوبت گرفته سال 2017 را سال جوانان اعلان کنند. استاد لایق میگویند که شاعری غایت قدرت بوده است، ادبیات ابدیت بوده است. میگفتید ادبیات برای بلند برداشتن معنویات مردم در گذشته چی نقش داشت و امروز چی رسالت را بر دوش دارد؟ در مجموع رسالت ادبیات تربیه بشر است. ادبیات تمام خلقهای جهان، شروع از ادبیات یونان، شروع از ادبیات چینی قدیم، ادبیات هندی قدیم، ادبیات فارسی زبانان، ادبیات فارس که بسیار به عمق تاریخ رفته میرسد، رسالتش همین تربیه بشر بوده است. بله. انسان همیشه برای به دست آوردن زندگی خوب، برای آن زندگی که شایسته باشد، برای زندگی که از همه جهت تامین باشد، کوشش میکند که به چیزهای مادی دسترسی داشته باشد. اما هرگز مادیات روح انسان را که بسیار هم مقدس است، در ادبیات کلاسیکی ما روح انسان جایگاه ویژه دارد، هرگز روح انسان را قانع کرده نمیتواند. روح انسان، بله، با مادیات من میتونم بگویم که
کمی در کم علاقمندی دارد. روح انسان نیاز دارد به ادبیات، به اخلاق، به تربیت، به آدمیت، به شرف، ناموس، ننگ، محبت، عشق، عاطفه. احساس های بسیار نجیب انسانی هستند که روح انسان بیشتر به اونها نیاز دارد. و ببینید که انسان بودن انسان هم، چینه که انسان بودن انسان هم ان همین احساس هست و ان همین اخلاق هست و آداب هست و ادب هست. و این در ادبیات کلاسیکی ما بسیار وصف شده است، چون شروع می شود از استاد رویده که اگر بر سری نفسی خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. یعنی که اون همین از این شروع می شود. بعدا می بیایم با فردوسی بزرگ، می بیایم با سینا و با اینها، با همه، با اگر مراجعت کنید اونها همه با یک آواز گویا که تصدیق میکنند که ادبیات همیشه انسانها را برای زندگی پاک، با یک زندگی که فرهمندانه باشد، با یک زندگی که سرشاری نور است، سرشاری گل است، سرشاری نفاست است، نزاکت است، لطافت است، همیشه ترغیب میکند ادبیات. ادیبه بسیار مشهوری فرانسه آن دنوای نام دارد، در عصر 18 و 19 عمر به سر برده است، چقدر دل باخته و شایدای مثلا حافظ و سعدی است. او حتی در ببینید در فرانسه، در اروپا، این دل فرانسه است، پاریس ببینید، در پاریس حتی یک خانه‌ای که را با اصول شرقیانه ساخته، کندکاری کرده، با همین اصول شرقیانه بنیاد کرده، وصیت کرده است که مرا در همین خانه‌ای که با یک اسلوب شرقیانه ساخته شده است دفن کنید. ببینید محبت آنها، صداقت آنها چقدر زیاد است با آثار گرانبهای گذشتگان ما، به حافظ و سعدی و مولانا. از همین چیز هم به خودم خلاصه برآوردم که واقعا امروز مردم دنیا نیاز دارد به ادبیات بزرگ، به ادبیات اصیل که اون را ما داریم خوشبختانه. سلامت باشید. از نگاه بزرگ مهر بهادر، فرهنگ و فلسفه را کدام عنصر و یا روند به هم میپیوندد؟ فرهنگ در علم فلسفه بسیار مفهومی وسیع است، چون که در فرهنگ وارد می شود از جمله ارزش شناسی. بله. که ارزش شناسی یکی از نشانه های عمده، یکی از نشانه های اساسی انسان است. فرهنگ، ارزش شناسی، اینها همه شاخه های علمی بزرگ فلسفه هستند، چون ما می دانیم که فلسفه را ملکه فن ها یا ملکه علم ها می گویند. البته در یونان قدیم، چون سرچشمه های بزرگ و سرچشمه های بسیار هم ماندگار و جاویدانه فلسفه از یونان سرچشمه میگیرد، ما میبینیم که فلسفه در آغاز تمام علم ها را در خود در بر داشته است. بله. از جمله فرهنگ را، و بعدا این علم ها از جمله علم پسیکولوژی، روان شناسی، از جمله پدگوگیکا، اینها همه بعدا از همچون شاخه ها که از یک دریا گویا که از فلسفه جدا شدند. و فرهنگ یک جزئی بسیار هم مهمی فلسفه به حساب می رود. فرهنگ را در اصطلاح فارسی، در اصطلاح فارسی تاجیکی می توانم بگویم که همون فر، همون نور است. و نور این روشنایی است. و ببینید در ادبیات باستانی ما، عتیقه ما، از جمله در ادبیات زمان زردوشت، زمان پیش از میلاد، نور همیشه ضدی یا که تضادی ظلمات، تاریکی بوده است. و تاریکی خود از خود این همون مفهومی بدی است. و نور این همون مفهومی نیکی است. و همیشه نور، یعنی که بدی و نیکی، همیشه از آغاز ادبیات، از آغازی که انسان هست، با همدیگر همیشه در مبارزه هستند. همیشه میخواهد بدی انسان ها را به دام خود کشاند، انسان را به تاریکی کشاند، اما روشنایی، یعنی که همین فر، همین فرهنگ از اون دور میکند. یعنی که احساسی بدی انسانی، احساس که گفتم، اون در مجموع همه احساس های بدی زشت انسان را در نظر دارم، سرکوب میکند، ضعیف میکند. و وقتی که اخلاق و آداب و یا که بعضی خصوصیت و ویژگی های بدی انسان وقتی که سرکوب میشود، وقتی که ضعیف میشود، انسان خود از خود به روشنایی مایل میکند، یعنی که به زندگی روشن، به زندگی که او را میتواند خجسته کند، میتواند دل او را فرهیخته کند، میتواند او را در بین مردم آبرو اعتبار دهد، نفوذ دهد به او. فرهنگ امروز اگر وابسته به فلسفه، همچون یک شاخه بزرگ و محتشم و اساسی فلسفه، اگر چقورتر آموخته شود و درستتر تلقین کرده شود، ما میتوانیم جوانانمون را از اون بی اخلاقی ها،
از اون یک گروه های ارتجایی، گروه های تندراو به قول اکستریمیستی و تروریستی آنها رو امین نگه داریم. یگانه سپری با اعتماد ما علی رغم اون همه غایه های ارتجایی و تندگرا، این همان معنویت است، فرهنگ است که همیشه با فلسفه همچون مثل گشت در خود ناخون است. سلامت باشید. خوب اینجا امکان دارید باز هم یک شعر دیگر رو برای بینندگان تقدیم کرده باشید. ساعت خانه ما ویران است، مادرم بی ساعت، مادرم بی تقویم، سر حسابی همه ای تاب و تبش می داند. زرهی رفتن و باز آمدنی شمس خدا، رفتن و آمدنی روز و شبش می داند. از رقمهای زیادی موهوم، از حسابی همه ای سود و زیان، روز میلادی مرا می داند. ذاتن و فلسفه زندگی را می داند که برای دیگران زیستن است، به ساعت، به تقویم. همچون موهاش سفید، روزی او اسپید است، به دلش اقربکی امید است، ساعت مادری من خورشید است. بسیار شعر زیباست. شما که در روزنامه جمهوریت به حیث سرمتخصص شعبه فرهنگ فعالیت دارید، بله، امروز در بین جامعه روزنامه جمهوریت چی موقع دارد و کار در این روزنامه با نفوذ امروز چگونه جریان دارد؟ جمهوریت یکی از سابقه دارترین روزنامه های جمهوری تاجیکستان است که زمان با نام تاجیکستان سوییتی بسیار هم معروف و مشهور بود. بعدا در زمان استقلالیت نام جمهوریت را گرفت و این روزنامه هفته پنج مرتبه روی چوب را میبیند و میتوانم بگویم که نخستین، اولین و روزنامه رقمی یک جمهوری است واقعا هم که در تطبیق و پیشبرد سیاست امروزی تاجیکستان، امروزی حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه سهم میگیرد و جمهوریت میتوانم بگویم که در تمام منطقه تاجیکستان خواننده زیادی خود را دارد. زیاد از 40,000 نسخه هر روز چاپ می شود. صحیفه های روزنامه همیشه با مقاله ها و مطلب های خواندنی، با مسئله و گزارش های بسیار مبرمی که داغ جامعه امروزی ما را یا پیشرفت جامعه ما را انعکاس می کند همیشه آرا داده می شود. از جمله با اون خاطر که روزنامه همیشه نبض سیاست امروز را درست انعکاس کند و نبض سیاست، نبض زندگی مردم را همیشه سنجد، ما گوشه های داریم به نام گوشه شهروند که نامه های بی تحریر آنجا چاپ می شود. ما گوشه داریم پرسش و پاسخ که آنها می توانند به سوال های از نظر حقوقی به بعضی سوال هایشان مردم جواب گیرند. ما در آنجا گوشه های دیگر از جمله امسال بخشیده به سال جوانان، گوشه مخصوص با نام سال 2017 سال جوانان یک گوشه تشکیل کرده ایم. باید یادآور میشوم که جمهوریت بخشیده به 20 سالگی ایدی وحدت که در پیشاروی ما قرار دارد. امسال جشن این دستاورد بزرگ 20 ساله میشود. یک آزمونی بسیار هم در سطح جمهوری آزمونی اعلام کرده است که این آزمون با گرامی داشتی فرزند بزرگ ملت، قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم بخشیده شده است و میتوانند تمام روزنامه نگاران، تمام اهل زیا، اهل فرهنگ، روشنفکران جامعه در این آزمون اشتراک کنند و وابسته به اون سبقهای تاریخی ایدی وحدت، جشن وحدت، سبقهای تاریخی این دستاورد بزرگ تاجیکستان مقاله ها و مطلب های خود را فرستانند و در این آزمون جای مناسب خود را اشغال کنند. و یک جنبه مهمی فعالیت روزنامه جمهوریت از آن عبارت است که این روزنامه با تربیه جوانان بیشتر مشغول است. این اقدام جمهوریت که با تعلیم و تربیه، با بکمال رسانیدنی با متخصصان جوان مشغول است، قابل دستگیری است و این جوانان البته امروز نه فردا، فردا نه پس فردای دیگر حتما کاری روزنامه نگاری که کاری سنگین است و در روزنامه دولتی، در روزنامه رقم یک جمهوری فعالیت بردن اینقدر مشکل است. من باور دارم با گذشت وقت تدریجا می آموزند. از جمله من هم که پرورده جمهوریت هستم و نزدیک به 2 سال است که در اونجا فعالیت میکنم، از این مکتبی بزرگ من میتونم با یک دلی پر بگویم که روزنامه جمهوریت یک مکتبی بزرگ ادبی است، مکتب بزرگ روزنامه نگاری است. خب اینجا امکان دارید باز هم یک شعر دیگر رو برای بینندگان تقدیم کرده باشید.
در پشت تریزه ها بهار است هنوز، در پشت تریزه ها بهار است هنوز، در آینه چشم نگار است هنوز. یک عکس گله به میخکی دیوارم پژمرده و مشتاق هزار است هنوز. بازی بکنم به طفلکان کوچه، این بازی زندگی قمار است هنوز. رهپایی چپاییدن راه مرگ است، ما در سری راه انتظار است هنوز. هر لحظه چوسید است برای ساعت، با تیرچه ها پی شکار است هنوز. باران که تریزه دلم میکوبد، انگشت سپید و نرمیار است هنوز. بیدانه همسایه قفس را بشکست، در پشت تریزه ها بهار است هنوز. امروز ها سایت های اینترنتی در معرفی شعرهای ایجادکاران مساعدت میکنند، ولی متاسفانه نه همه این چکیده ها به طلبات رکنهای شعر جوابگو هستند. البته این عامل به ذوق شعر فهمی مردم تأثیر منفی میرساند. میگفتید که برای بهبودی کار در این سمت چی چاره باید اندیشیم؟ امروز اینترنت، یعنی که همین شبکه های الکترونی، شبکه های اجتماعی، رابطه ایجادکاران جوان را با شاعران زبردست، با شاعرانی که به کمال رسیدند و از هنری شاعری، از نازکی های ادبیات آگاه هستند، رابطه آنها را خوب برقرار کرد. میتواند یک نفر از بدخشان، از اون دیار دامنی گردون، یا که از ولایت سوخت، میتواند آزادانه با شاعر یا با یک ادبیات شناس، میتواند آزاد در رابطه باشد، ارتباط پیدا کند و چکیده های خامی خود را البته از دل و شعوری بسیار هم پرشور و شرری او که روی کاغذ می آید، خواه نصر است خواه نظم است، از نظر استادانش به آسانی گذراند. می تواند به واسطه مثلا پشت الکترونی به یگان نفر فرستد و اون نفر اصلاح کند، تحریر کند و اندیشه هایش را در پایان همان مطلب بنویسد و به از نو بفرستد. ببینید چقدر کاری مثلا ایجادکار را مخصوصا البته آسان کرده است. اما با وجود این بعضی شبکه های اینترنتی امروز اگر به اصطلاح گویم مثل یک شهری بی دروازه شده است که هر کسی می تواند اندیشه خود را نو بست از اون که اون اندیشه او یا که اون اثری ایجاد کرده او یا شعری او یا یک حکایه او یا یک خبری گزارش او به طلبات پوبلیستیستیکا یا که به طلبات شعر، به طلبات ادبیات جوابگو نیز میکنند. و از ده نفر حتما پنج نفر اون را میخواند. و حتما وقتی که اون با اون اثرهای پوچ، با اون اثرهایی که، با اون شعرهایی که حکایه و خبر و مقاله و گزارشی که پوچ است و بی هدف است و حتی من میتوانم بگویم که غیر اخلاقی است، وقتی که آشنا میشود حتما بر روان او، حتما بر روح او تاثیر میرساند. و از این جهت بسیار هم بد است که جوانان ما میگروند به همین خبرها، به همین گزارش ها، به همین خبرهای نادرست، خبرهای برغلط، شعرهایی که عموما شعریت ندارند، از وزن قافیه عاری هستند، به طلبات شعر جوابگو نیستند. وقتی که اونها به همین چیزها توجه بیشتر میکنند، خواه و نخواه فکر میکنند که حد نهایی شعر همین است. اما شعر، این شعر حد و حدود ندارد. مخصوصا ایجادکاران جوانی ما از اینترنت جهت های مثبتی، فایده آوری، منفعت آوری اینترنت را بگیرند و از اون بعضی بخش هایی که به اخلاق آنها تاثیر منفی میرساند از اونها پرهیز کنند، دوری جویند. و من باز هم میگویم که هر چیز، خواه اینترنت باشد، خواه یک چیز دیگر باشد، معرفت استفاده بری دارد، فرهنگ استفاده بری دارد. و خوب است اگر ایجادکاران ما فرهنگ درست استفاده بری همین اینترنت رو هم دانند. وگرنه اینترنت جهان بیکران است. با واسطه اینترنت می توانیم تاجیکستان رو معرفی کنیم، با واسطه اینترنت می توانیم آثار خود رو با گروه کلان خوانندگان بگذاریم که آنها نوبست از مسافه بین همدیگر اون را مطالعه کنند، حتی ترجمه کنند، حتی به زبان خارجی ترجمه شود و در جهان معرفی شود. اینترنت یک جهانی است که اگر درست استفاده برده شود میتواند هم تربیه کند، هم به کمال رساند و هم معلومات فراوانی را پیش روی ما کشاده باشد. شما یکی از اشتراکچیان مشورت آموزشی ادیبان جوان جمهوری در شهر خوجند بودید. شما از آن مشورت چه تأثیرات برداشتید؟ همین مشورت آموزشی یا خود اگر گریم مشورت ادیبان جوان که ایجادکاران جوانی تمام منطقه ها از جمله بدخشان، ختلان، از ولایت سوخت،
و شهر دوشنبه ناحیه توبه جمهوری را به هم پیوست. این هم در همون پرتوی سیاستی پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان که جوانان را همچون آینده سازان ملت و خلق و وطن میدانند، در پرتوی همون سیاست صورت گرفت. بله. در اونجا به واسطه رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم اشتراک داشت و از جمله از ولایت سوخت شاعران بسیاری به مانند استاد فرزانه و استاد آزرخش و دیگران را جلب کردند که تا چکیده های ایجادکاران جوان را از نظری تحقیق گذرانند، بسنجند و با آنها مصلحت های ضروری را پیشنهاد کنند. و از جمله ما را هم مشرف شد که در این مشورت اشتراک داشته باشیم و در اونجا از صحبت و مصلحت های استادان ادب از جمله کمال نصرالله، ادبیات شناس نورعلی نورزاد و عطاخان سیف‌اللهیف و بسیار بسیار ادیبان معروف ما که هم در منطقه ولایت سوخت و هم در جمهوری شناخته شدند، از اونها مصلحت و مشورت سودمند برداریم برای خود تا که در آینده برای بهتر شدن محصول ایجاد خود از اونها استفاده بریم. و من باور دارم که در پرتوی سال جوانان، در دوام همین سال جوانان، چنین مشورت ها در نقشه کاری اتفاق نویسندگان هست، چون ما آگاه شدیم که در نقشه کاری آنها یک مشورت محتشم میگذرانند بخشیده به عید وحدت که در اونجا جوانان تمام منطقه های کشور را بار دیگر جلب میکنند. و این چنین مشورت ها، چنین آزمون های شعر، چنین یک محفل های شعری و محفل های ادبی، من باور دارم که برای به کمال رسیدن جوانان و درست درک کردن نازکی های ادبیات و نگرویدن آنها به یک گروه های ارتجایی و تندگرا مساعدت میکنند. یک شعر دیگری خود را در پایان برنامه قرار نمید. مادرم یک تاست مانندی وطن، مهری گرمش ریش پیوندی وطن، الله هایش پای که فردا میدهد، پای که فردای فرهمندی وطن، خانه تفلی ما را هر سحر پر کند از دود اسپندی وطن، مادرم در خاک پاشد تخم گل، میشکوفد باغ لبخندی وطن، بار اول روی بازوی پدر پیکرم پی برد پیوندی وطن، او مرا پرورد با خونی جگر تا شوم روز جگربندی وطن. خب بزرگ مهر، برای اشتراکتان در برنامه ادیب و استقلال از شما سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، در برنامه نوبتی ادیب و استقلال مهمان بودند شاعر جوان و با استعداد بزرگ مهر بهادور. با تمنای شکوفایی وطن و سعادتمندی جوانان ملت، برنامه نوبتی خود را به پایان می رسانیم. تا دیدار دیگر، سعادتمند و آسوده روزگار باشید.